گفت همه نشسته بودن پیش پیغمبر، یک باره دیدن یه موجود عجیب الهیکل اومد تو مسجد، همه وهمشون گرفت. پیغمبر فرمود هیچ کس نترسه، با شما کار نداره، مقصودش منم. محضر پیغمبر که رسید گفت یا رسول الله اصحابت از من ترسیدن، خودمو معرفی کنم؟ پیغمبر فرمود خود تو برای اینو معرفی کن. گفت رو کرد به اصحاب پیغمبر گفت اسم من حام ابن حیم ابن لامس ابن ابلیسه، از طایفه عجنه و از دسته شیاطینم، از اول حبوط آدم بودم تا همین آلایی که خاتم الانبیا آمدن، برای یه سوال پیش پیغمبر رسیدم. پیغمبر فرمودن سوالتو بپرس. گفت سوال من اینه یا نبی الله، یا رسول الله، همین جوری که گفتم از حبوط آدم تا الانی که شما آمدید من مجموعه ایام دنیا رو درک کردم، چون پدر ما ابلیس قسم خورده بود نگذاره آدم و بچه‌هاش بندگی خدا کنن، ما مأمور بودیم آدم و بچه‌های آدم رو اذیت کنیم، گمراه کنیم، اینا عبادت خدا نکنن، اما سر به سر آدم ابوالبشر که میذاشتیم یک باره میدیدیم یک آقایی نورانی هویدا میشه. نهیبی بر ما میزد که از ترس نهیب او جرأت نمیکردیم دیگه دوروبر آدم آفتابی بشیم، میگفتیم این پیغمبر بعدیه. شیخ نبی آمد پیغمبر بود، اون آقا نبود، شیخ اذیت میکردیم همون آقا میآمد، میگفتیم پیغمبر بعدی. سام پیغمبر آمد پیغمبر بود، اون آقا نبود، سام نبی رو اذیت میکردیم، باز همون آقا به یاری سام نبی میومد. هر پیغمبری رو که اذیت کردیم اون آقا به یاری اونها میومد، همش میگفتیم پیغمبر بعدی، پیغمبر بعدی. نوح آمد اون آقا نبود، ابراهیم آمد اون آقا نبود، یعقوب آمد نبود، اسحاق آمد نبود، یوسف آمد نبود، تا الانی که شما آمدید و ایمان داریم که شما خاتم النبیین هستید و بعد از شما هم پیغمبری نخواهد آمد. اومدم سوال کنم اون آقایی که از آدم تا خاتم رو یاری کرده و تمام انبیا رو دادرسی نموده، اون آقا کیه؟ با این ایمانی که یقین داریم شما آخرینید. گفت پیغمبر فرمود اگر ببینیش میشناسی؟ گفت بله آقا، به کل عمرم دیدم بعد الان ببینم نمیشناسم. امیرالمومنین سمت راست پیغمبر نشسته بود، سرش رو انداخته بود پایین، دست برد حضرت زیر چونه امیرالمومنین سر آورد بالا، فرمود یه نگاه کن همین آقا بود یا نه. تا حام ابن حیمم چشمش به سیمای امیرالمومنین افتاد، مثل سپند رو آتیش از جا پرید، گفت والله قسم حامی انبیا یاور مومنین نبود الا همین جوونی که کنار شما نشسته، این کیه یا رسول الله؟ حضرت فرمود زاک اخی و ابن عمی و وصیی و وارثی و موضع سری ابو الحسنین مولا الکونین امام الثقلین یعصوب الدین رئیس الموحدین قائد قرن المهجلین سید المتقین امیر المؤمنین اسد الله الغالب غالب کل غالب مظهر العجائب علی ابن ابی طالب صلوات الله.